میگه حضرت وقتی اومد وارد خیمه شد، به حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که یه پیرهن کهنه عتیق برابش، خب برو یه پیرهن کهنه بردو پیدا کن. خب آقا برای چی؟ خب برو پیرهن کهنه بردو بیار. رفت گشت پیرهن کهنه برداشت آورد. امام صادق میفرماد با نوک خنجر یا شمشیر شروع کرد تیکه تیکه کردنش. گفت چیکار داری میکنی برادرم، این چه داستانی؟ حضرت فرمود که دوست ندارم این قومی که من میبینم، چون حضرت میدونه چیکار کرده، چجوری جدا سازی انجام، قومی که من میبینم به پیرهن خونالود تن منم اینا رحم نمیکنن در میرن. گفت چرا پارش میکنی؟ گفت میخوام دیگه هیچ میلی نداشته باشم بشه. به همون هم رحم نکرد. داش میومد بیرون اون پیرهن، چه یه پیرهن گفتم اینو آبی رو اون تنش کرد لاجبره. حضرت فرمود این برای چیه؟ عرضه داشت این برای چیه؟ از زینب آقا عبدالله فرمود اونی که برای اون پیرهن کهنه میاد اون ناامید بر نگرده. ای که از خزانه غیبت گبر و ترسا جیر خورداری، دوستان را کی کنی محروم تو که با دشمنان چنین داری. اومد خطبش و خون حمله کرد. عرض کردم راوی میگه من به عمرم ندیده بودم والله آدم شکسته که فرزندانش به خاک و خون کشیده بشن این طور به جنگه. حضرت جنگید جنگید جنگید، یک جا ایستاد، هوا گرم بود، فرمود دود میدید حضرت. تشنگی، سنگینی شمشیر، اینطور که ایستاده بود یک نفر از اونجا یک ملعون یه سنگی پرتاب کرد خورد به پیشانی مبارک، شکست. حضرت پیراهنش تا آورد بالا این پیشانی رو پاک بکنه، یکی یه تیری زد و حضرت سست شد. تا تیر خورد نمیتونست تکون بخوره دیگه، از پشت تیر رو بیرون کشید. حضرت از پشت تیر رو بیرون کشید، یه خورده که خم شد یک نفر از بغل نیزه به پهلوی حضرت. اینو خیلی شنیده در مورد حضرت عباس. آقا ابا عبدالله فرق مبارک شکافته شد. نفر بعدی کسی بود که از پشت سر شمشیری به فرق مبارک زد. اسب اینجا متوجه شد که اسب جنگ بود، حربی بود، میفهمید، فهمید اسب سوارش دیگه نا نداره، محکم نیست، برش گردوند. اومد اینجا دو چند جور گفتم، من دوتاشو نقل کنم براتون. یکی اینه که این اسب چون متوجه شد سوارش سوس شده، رفت توی گودالی که زینش برابر بشه با زمین که حضرت بتونه پیاده بشه. یه نقل دیگه اینه که افتاد از اسب. پس چرا به گودال رفت؟ این قوی تره ها از نظر حقیر بی سواد. میگه که نگاه کرد خیمه رو، دید اونا کارشون رو میکنن، گفت بذار برم توی این گودالی نبینم. در روایت هست ما نوک زانو خودشو به زور کشو کشون وارد گودال شد، یه خورده خاک جمع کرد، خورده خاک جمع کرد، برای خودش یه متکایی درست کرد، یه بالشی درست کرد، سرشو گذاشت روی خاک. اینجا بود دیگه آروم آروم دورش جمع شدن چون یه سرعت داره. یکی از انواع قتل‌هایی که در قرآن نهی شده قتل صبره. عرب یه چاله درست میکرد، وقتی اون چیزی که میخواست شکار بکنه میفتاد تو چاله، میشستن سنگ میزدن، اینقدر سنگ میزدن تا بمیره، هر که رسید زد سنگ چون بزد. من حقیقتاً بخشایشو واقعا نمیگم چون خودم هم نمیتونم، سختمه، قسی القلب میشه. یک لحظه احساس کرد سینه‌اش سنگین شد. فرمود برو. ببین اون بغل وایسی، من کارم تموم شده. ببین چقدر ازم خود. روایت میفرماد از اون جایی که تیر خورده بود مثل ناودون خون میومد. گفت من کارم تمومه، برو کنار. گفت نه، این خنجر وقتی گذاشت دید نمیبره، دید. گفت معلوم این جای بوسه پیامبره،
کار دیگه. در احکام اسلامی وقتی در مورد ذبح دستور داده میشه میگه چهار تا رگو اول بزن، خون چون تخلیه میشه به مغز خون نمیرسه، اعصاب قلب برقراره، خون تخلیه میکنه، چون به مغز خون نمیرسه سریع سوس میشه، اون قربانی دردی رو احساس نمیکنه. امان از برعکسه.